صلاة السلام على النبي الكريم وصلى الله محمد وآل صحبه أجمعين. أما بعد دوستای گرامی، برادرای عزیز، خواهرای محترم و بزرگان، برنامه انعکاس و برنامه تلویزیون اسلامی ایمان خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. و ما همچنان دعا داریم از کسایی که تلویزیون همیشه بینندهش هستند و ما را تماشا میکنن، پروگرام های تلویزیون را تماشا میکنن، خداوند بر شما اجر و پاداش فراوان عنایت کنه که با ما هستین و همیشه و چشم روشنی چشم ما هستین و همیشه پشتبان شما خدا باشد که پشتبان ما هستین. با این مقدمه انشاءالله تعالی که چند لحظه پیشتر ما شاهد برنامه دکتر صاحب برکت الله دانشور بودیم که در مورد حج صحبت میکردن، صحبت های عالمانشان رو شنیدیم و واقعا جای از این است که ما سر مسائل و مناسک حج دیگه صحبت کنم و چیزایی که ما میگفتم چیزایی بود که بله بفرمایین. بله در این قسمت یک مشکل بود، به هر صورت رفع شد. ادامه میدیم برنامه را، مشکل رفع شد، الحمدلله ما صحیح هستیم. فصل فصل حج است، صحبت ها بالای حج است، کلانترین فریضه که بالای تمام مسلمان هست کنیم. ما شما الحمدلله میفهمیم و هیچ امکان نداره که آدم سر حج فکر نکنه و حج واقعا یک توفه است که خداوند برای ما شما نصیب میکنه و ما را مهمان خود میسازه. سر ازی بسیار صحبت شد، من دو برنامه گذاشتم سر ازی اختصاص داده بودم و بعض دوستا از ما خواهش کرده بودم درباره ازی سفر و از تجاربی که داریم چیزهای بگویم. من فکر میکنم برای ما تمام کردیم و تا قسمت ازی رسیدیم که ما به حساب به طرف مدینه که مقر حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در اونجا واقع است، اونجا به زیارت از اون مشرف شیم و طبعا مسجد نبوی است و جای تاریخی دیگه است مثل دیدن از خود کوه احد، از خود مقام بدر که جنگ بدر صورت گرفته، مسجد قبلتین، جایی که قبله به حساب در اونجا تبدیل شده، و همچنان مسجد قبا که اولین مسجد است که در پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برای اعمار کردن و سنگ اولش رو گذاشتن. و این مسائل است که انشاءالله با سفر مدینه و یام یک مرد و یک حج رو ثواب خدا داره که با زیارت مرقد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف میشید. امروز چیزی را که ما عنوان برنامه خود قرار دادیم و خودم را بسیار از این لذت میبرم وقتی که صحبتش از دیگران میشنوم یا خودم میشنوم، این عبارت از همین خود طواف و مفهوم طواف است که یک کمک واره عمیق‌تر اگر ببینیم. بسیاری کسا سوال میکنن خب ما عمره رفتیم، ما حج رفتیم، ما خانه کعبه را دیدیم، همین طواف کردن چی معنی و مفهوم داره، همین سعی چی مفهوم داره، همین خود مناسک حج مثلا جمره زدن، خود عرفات یا کلش در ذات خود چیزایی است که سر زیاده میتونه بسیار صحبتای عمیق داشته باشه. و از این خاطر ما به بسیار صورت کوتاه سر زمی خود دیدار خانه کعبه که بسیاری کسا را خداوند انشاءالله تعالی اگر در آستن میرسن و نصیبشان میشه و کسایی که دمی شب و روز که از هر طرف و جاج سرازیر میشن به طرف حرم شریف، به طرف مکه معظمه، به طرف مسجد الحرام، و این می شب و روز است که کل یک شوق عجیب داره و این شوق آدم هیچ وقت تعریف کرده نمیتونه تا خود آدم در سنه نباشه. اگه شما پیشتر ما همی خود منظره کعبه شریف رو میبینین، این تصادفی نیست، این رقمی که بر نماز خالی کردنش و همینجا شکل یک قلب گرفته به خود، یعنی در حقیقت واقعا قلب دنیاست مکه برای یک مسلمان. و حتی از نظر ساینتیفیک، از نظر مثلا ساینس ثبوت کردن که خود کعبه یا همی مکه با مرکز زمین به حساب واقع شده و تمام خطوط مقناطیسی
و خطوط زمین را به درجات مختلف تقسیم کرده. دینامینجا یکی از خطوط بالای زمین است، صحنه که کعبه است یا حرم شریف است، از زمین گذر میکنه. بسیار عجیب است که خداوند میدانست با علم ازلی و ابدی خود که همینجا را به حیث خانه خود انتخاب کنه. و بسیاری کسا در اشتباه هستند که خب این خانه خدا، این تحقیق خانه خدا که ما میگیم در حقیقت یک سمبول است و این یک مقام است، یک نشانی است. به این معنا کعبه کدام مفهوم دیگه نداره به استثناء از اینکه خداوند عین در زمان آدم علیه السلام ایره به حساب احساس گذاشت و توسط آدم علیه السلام ایره آباد کرد. به اولین بار آدم علیه السلام کسی بود که به حساب کعبه را آباد ساخت و با این خود ملائک به حساب برش هدایت می دادن که چی رنگ آباد شود. یعنی از خلقت زمین خداوند این پلان داشت که یک جای در زمین باشه که مردم جهت داشته باشد، مردم یک نشانی داشته باشند، یک مردم در اونجا جمع شوند و یا روی خود به اون طرف بکنند و خداوند به وحدانیتش به شکل یک موحد و صورت توحید، یک مرکز توحید باشه. و از این خاطر کعبه در ذات خود کیفیت شمی است و جایی است که بسیاری کسا که میرن در اولین دیدار کعبه اشکاس چشماشان جاری میشه، چهرهشان تغییر میکنه، احساساتشان به کلی تغییر میکنه. واقعا یک مؤمن به شرط که با نیت خاصی که میره آدم، و حتی کسی که با نیت خاص هم نرفته باشه که دولت تردید رفته باشه، اما خود دیدار خانه کعبه وزن آدم واقعا حالت آدم تغییر میده و به یک شکل. شما فکر کنین که یک آدم 40 سال، 50 سال، 60 سال یا زیادتر یا کمتر، کسایی که مؤمن هستن سر سجده گذاشتن و روی خود به طرف ازی قبله مؤمنان به این طرف آوردن، قبله که قبله ابراهیم علیه السلام بوده، قبله که به حساب عادل در تمام پیغمبرا اسماعیل علیه السلام در این کمک کرده، قبله که در این تمام صحابه و کسایی که حتی قبله یا جایی که کسایی که حتی بت پرستی میکردن بازم پیش از یا یک مقام داشتن، چرا نشانی از ابراهیم بوده. و این قبله خودش در ذات خود بر ما شما مجسم میشه پیش روی ما. خودتان سنجش کنین که این تو قبله که سالا ما شما روی خود به طرفش آورده و نیت نماز ما به طرفش است و حال شما دمی صحنه مثل که یک استیج سعی کنین، مثل از اینکه یک صحنه، یک فیلم یا یک نمایش سعی کنین، شما خودتان در اینجا حاضر هستین و میبینین این صحنه را. و این کلانترین صحنه است. خطبا حج مفهوم بسیار بزرگ داره که سر از او صحبت شد، مناسک شهر کدامش در جای خود تعریف داره، اما همین قسمت چه انتخاب کردم که سرش صحبت کنیم. و خود اصلا اگر ما شما یک سلاید پیشتر بریم، سلاید 1A اگر بریم، در اونجا ما چیز میبینیم که خداوند خودش در قرآن ذکر کرده که تمام سماوات، تمام مخلوقات کلگی به گرد یک نقطه میگردن. یعنی دولت مثل که در بر شنا کنن گرد و گرد یک نقطه در حرکت هستن. و خود طواف هم در بر لغت همین معنا رو میده، و طواف در لغت همین معنا رو میده که قدم زدن و همچنان دور خوردن و گرد یک محور. این طواف ما نامیده. خود طواف هفت مرتبه که ما میگیم، هفت مرتبه مانای ازی است که خداوندی را در قرآن ذکر کرده، هفت طبقه از آسمان ذکر کرده، هفت طبقه زمین ذکر کرده. و خود یه هفت در ذات خود یک کلمه، یک مفهوم خاص خود داره هفت. و از این خاطر پروردگار این را ذکر کرده که و شما وقتی که در خب ما میبینین در اینجا تمام مخلوقات، تمام کهکشان ها، تمام سیارات و چی خرد هستن، چی بزرگ هستن، کلشان به گرد محور توحید میگردن و این دیزاین خداوند است. و ما شما با توافق که میکنیم در حقیقت خود میخواییم با سایر مخلوقات جهان که در حالت عبادت هستند، دولت طواف هستند و گرد وحدانیت خدا در چرخش هستند، ما خود به حساب هم نوا با ما بسازیم. از این خاطر وقتی قلب ما به طرف چپ قرار دارد و حرکت ما شما ضد عقربه ساحت است
بازی خاطر شما زد عقربه ساعت حرکت میکنید و این حرکت است که تمام ستاره ها تمام حتی شما اگر داخل یک اتم بشکافین داخل اتم شما چی میبینین؟ هستهش میبینین و در هسته ازی شما سه عنصر میبینین که کل کسایی که در ساینس بلد هستن اگر نیستن ها میره همگی میفهمه و خودش داخل پروتونش است و نیوترون است که پروتون امو قطب مثبت یا قسمتی که جذب میکنه و نیوترون قسمت خونسایش است که چارج نداره نه مثبت آدم گفتم میتونش نه منفی در حقیقت و گرد از این الکترون ها در گردش است و این الکترون ها در گردش هستند یعنی در این نقطه آدم میرسه که در حالت موجودات و مخلوقات خداوند دارد گردش و گرد میواره اصلی خود و گرد همون نقطه است که خداوند برشان وظیفه تعیین کرده و امر پروردگار است یعنی در حقیقت تمام موجودات مسلمان هستند با استثناء بشر انسان و اجنه بر از اختیار داده شده مسلمان خلق شدن اما این که وقتی که به سن بلوغ میرسن به سن کولت میرسن کدام را انتخاب میکنن در اینجاست که پس خداوند بر از یک وظیفه را میده بر از یک رکن را میده که یکی از ارکان این بنای مسلمانی همی حج است و طواف خانه کعبه جزء عظیم باشه و در اینجا خداوند در خودش در قرآن از اتم و ذره ذکر میکنه قرآن خب کل ما شما میفهمیم که قرآن یک کتاب نیست که تنها در او آدم بره داخل شود از طریقش دعا کنه و از طریقش مرده های خدا و حساب ما شما توسط ازی دفن کنیم یا وقت کاروسی میشه متاسفانه به یک شکل بسیار که آدم گفته میتونه که احترام قرآن کم میشه و شکلی که ما قرآن و حساب در میان میاریم و متاسفانه بالای عروس میگیریم و شکلی که خود عروس با لباسی که باید باشه نیست مجالس عروسی ما شما رقمی که قرآن استقبال میکنن مراسم ختم ما شما دهی رقمی که از قرآن استقبال میشه استفاده میشه قرآن مفهوم و احترامش از او که بسیار بالاتر است مقامش بسیار بالاست و در این قسمت خداوند در قرآن از ساینس و از این مسائل کلش ذکر شده امروز ما جای گفتن نداره و کل ما شما میفهمیم که امروز پیش مسلمان و غیر مسلمان ثابت شده که قرآن یک کتاب یک معجزه است یک دستور العمل است و یک مخزن تمام معلوماتی را که یک انسان کار داره بر زندگی خود و یک منوال یا یک کتاب است یک دستور العمل مثل که پیشتر گفتم یک راهنمای است که تمام چیزهایی که شما داشت جستجو کنین است اما مهم نیست کی قرآن کی مطالعه میکنه یا کی معنا میکنه و کی تفسیر میکنه و اگر تمام این تفاسیری که ما میگیم موازی بر گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مفسر قرآن هستند که شارح دین هستند و این موازی نباشه و طبعا داشت کدام مشکل و سکتگی است از او خاطر کسی که به قرآن چنگ میزنه و امروز میبینیم که بسیاری کسا علاقه و شوق با قرآن داره که آدم میره قابل تقدیر است اما وقتی که داخل قرآن میشن بدون از اینکه کمک از حدیث بگیرن بدون از اینکه کمک از پیغمبر از شهاداتش بگیرن صلی الله علیه وسلم اتومات داخل قرآن میشن و در اینجا میگن ما ضرورت نداریم که دیگه چیز برای مومد قرآن باشه خود شما اگر این فهم دارین از کجا دانش دانه گرفتین چیزایی که در قرآن ذکر نشده از کجا گرفتین مجبور هستین شما تمسک بجوین با حدیث پیغمبر و با ارشادات پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کسایی که دین تا اینجا آوردن علمایی که در زنجیر پیغمبر امور تعقیب کردن تا اینجا آمدن و ما این گپ ما به این معنی نیست که در قسمت حدیث بسیار صحبت ها میشه که حدیث جعل شده در این کل قبول در حدیث جعلی تعدادش بسیار زیاد است و هر روز ما حدیث جعل میکنن حدیث مانده که قرآن جعل میکنن امروز شما ببینید یک گروه مردم است که ما شما نام نمیگیریم اما میفهمیم به اشکال مختلف قرآن و حساب تحریف کردندش قرآن به نفع خود دارد پس به این معنی که این قرآن معظم است قرآن معزز است که خداوند این بر ما شما روان کرده و ما شما ای برادر و خواهر مسلمان بسیار خوشبخت هستیم که مسلمان هستیم الحمدلله انسان هستیم مسلمان هستیم و خدای خدا میشناسیم این کلانترین یک تحفه است بر ما شما و بسیار
در قسمت اسلام جفا شده، قسمت کسایی که اسلام تعریف میکنن تعریف درست نبوده. و از این خاطر ما میخواستم قسمت دوم برم، اما از امجان خواهش میکنم یک قسمت امو نشیده که در قسمت طواف است اگه بتانم را برای ما بگذاره که ما مور شنیده انشاءالله به طرف از این طواف گفتنیایی داریم که شما شریک میشیم از موضوع خارج نشیم. لطفا با ما باشین و امجان مطمئن استم که این برای ما پلی میکنه و اگر این گفت ما درست is a human being at the end of the day with its spirit, not with its body and what covers the body. And that's why when we go and do circles and what we call tawaf around the Kaaba itself, which is that holy place, it's supposed to cleanse us from our sins. That turning around it is supposed to drop and shed all the imperfections that we have, and it's supposed to be a source of illumination, fountain of illumination and purification. And therefore we insist always in teaching about pilgrimage, when you go around the Kaaba, your heart is supposed to circulate before your body. And you're supposed to be connected in that circles around this divine house, because the whole universe is circling anyway. Everything is in going in sort of semi-circular motion. And that's just a sign that we are a creation, and we all everything that's going in circles eventually is imbibing from the might of the Almighty. An integral part of worship when visiting the Holy Kaaba in Mecca is to perform the tawaf or circumambulation. This is done 7 times before performing any other prayer or ritual. However, there is a deep mystical dimension and reason for performing this act counterclockwise. When we look at the concept of circumambulation of the Holy Kaaba, or tawaf as it is known, we will note that it is conducted counterclockwise as opposed to being clockwise. But counterclockwise and clockwise are purely relative, in the sense that looking at it from a different perspective, if one observes Earth from the North Pole, you will see that the Earth is rotating on its axis counterclockwise. The Moon is rotating around the Sun counterclockwise, and the planets are rotating around the Sun as well counterclockwise. But if you look at it from the South, these are all purely relative. Similarly, the electrons in the atom are also moving in what they know as a counterclockwise position, but all of these are relative. The point being that the motion of all the celestial bodies and all the planets and all of those things which are to be found within us as well, our atoms, the cytoplasm in our nucleus and so on, they all are engaged in a motion which is a circular motion. So Muslims engage in the tawaf or the circumambulation of the Holy Kaaba primarily in imitation of the angels who circumambulate the throne of Almighty Allah in a very similar manner, and the angels in the Baytul Ma'mur, the frequented house, do the same. But we see a similar pattern, because what is above is below as well, and we follow that same pattern in nature and in the universe with the clockwise or the counterclockwise motion, the circular motion. And this indicates to us there that we are in harmony with the universe, we are in harmony with planet Earth, and we are in harmony with the workings of the universe as Almighty Allah has created it. Maybe there's a spiritual balancing going on in the world somehow. Allah subhanahu wa ta'ala told us that everything spans its orbit. وَكُلُّهُمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Everything spans an orbit, and that orbit is ordained, instructed to do so. It's meticulously found. So we're spanning an orbit, and I'm sure that's one orbit out of many. بسم الله الرحمن الرحیم. باز و قسمت دوم برنامه خوش آمدین. ویدیو را که شما تماشا کردین، امی گفتار را که ما داشتم میره تصدیق میکرد و خود ای سیارات شما دیدین، عالم کهکشان دیدین، همه چیزها را. و در اینجا من پیشتر صحبت کردم، گفتم وقتی خداوند در قرآن
از ذره صحبت میکنم و در اینجا بدل یک چیز میگه ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نکته ای از انتخاب دفترم آمد بیاد و این شب که طوفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، فکر دل کردم بلای دیگرم آمد بیاد. از این خاطر این شعر بدل صاحب است و در اینجا ذره را دیدم. منال خداوند به حساب وقتی که ذره را که ما شما در اینجا ذره چند مفهوم میتونه داشته باشه، ذره می دنیا را ما نامیده، همین کهکشانی که ما شما میبینیم به این بزرگیش که ما شما را کهکشان ملکی وی میگن یا کهکشان نوری میگن، این به اندازه دیگه کهکشان ها به اندازه یک سوزن هم بزرگیش نیست. اینال شما به تناسب آفتاب ببینین، به تناسب همه چیز. و در اینجا وقتی خداوند از ذره صحبت میکنه، اینجا ذره چند مفهوم میتونه پیدا کنه. و از این خاطر اینال حکمت گردیدن، سوال دیگه است که حکمت گردیدن همین خود مردم به گرد کعبه چی است؟ براتون گفتم آسمان 7 طبقه داره، زمین 7 طبقه داره و این طبقاتش کلش درجات است به حساب هر کس. وقتی که طبقات ما میگیم، خود گشتن هم که از درقت درجه است. این حال یک مسلمان وقتی گرد از این خانه کعبه میگرده، در داخل خانه کعبه چی است؟ امروز ما شما در این کدام اسرار دگام نیست میتونیم ببینیم، در اونش فقط 3 دانه پایه است و یک سنگکاری شده و چیز دیگه نداره. بامش یک ناوه داره، یک دروازه داره و گردش. و از این خاطر در داخل از این هیچ چیز نیست. چرا؟ در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که مکه فتح میشه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام بتار از خانه کعبه میکشن و مشکنانن و بت شکن عصر خود میشه. کار ابراهیم علیه السلام، چون اولاد ابراهیم علیه السلام است، او رو به حساب دوباره زنده میکنه و تمام شرک و کفر و یارا از میان میبره و کعبه را پاک میسازه. و از امروز تابال کعبه مرکز شفافیت است، مرکز توحید است، یعنی از نو همه چیز پاک است. از امروز خود شما در حرم شریف که میرین، حرم شریف مقام عزت خدا داره، پاک است. و خود گشتن ما شما گرده کعبه شریف در حقیقت اینمی هم نوایی با سایر کائنات است، نمبر یک. و کسایی که میخواین به حساب طواف میکنن و خداوند طواف بر ما شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما سیستمش گفته یا چه شکل طواف کنیم، در حقیقت ما شما میتونیم درجه خود آستا آستا بلند ببریم و همون نفس اماره به سوره که ما را به طرف شیطان، به طرف اعمال بد کش میکنه و جذب میکنه، او را به حساب نفس خود پاک بسازیم توسط از این گشتن ها و عبادت که ما در اینجا میکنیم و به طرف نفس مطمئنه، به طرف نفس مطمئنه به حساب بیاریمش. که نفس ما مسلمان ها همیشه، تمام انسان ها، مخصوصا ما که تعریف برش داریم چون ساینس قلب داریم، نفس قرآن برای ما شما یاد داده، پیغمبر یاد داده، قلب ما شما در 3 حالت می باشد و یا که زیر تاثیر نفس مطمئن اماره می باشد که شیطان کنترلش میکنه، نفس ما شما ضعیف میشه و شیطان هیچ وقت ما شما را نمیخواد که ما به عمل نیک دست بزنیم، همیشه ما را به راه بیراه میکشه. و قسمتش نفس لوامه است، نفس است که ما شما را ملامتگر است، ما را ملامت میکنه. همین که وجدان بیدار میگیم، وقتی که شما یک گناه کنین همیشه نارام هستین، رنج میبرین. این یک ساین خوب است که در اینجا برای شما به حساب به اشکال مختلف ملائک یا قلبتون برای شما گواهی میده که شما نارام هستین، خوابتون خراب میشه، زیر فشار هستین. یک ساین خوب است. پس شما میرین به طرف توبه، میتونین پس به طرف نفس مطمئنه برین. نفس مطمئنه درجه دیگه ایش است که هر کس به اون نمیرسه، اما مشکل است که آدم متربره. و کسایی هستن دوستای خدا هستن که عبادت رقم میکنن، تمام مسائل و زندگی خود قسم حیار کردن که میتونن به طرف از او حرکت کنن و یا کسای وعده داده شده و مژده داده شده که نفس میتونه به طرف نفس مطمئنه بره. یک راز دیگه است، اگر یک روز صحبت داشتیم سر قلب صحبت کنیم که قلب از نظر عرفا، از نظر علم، از نظر قرآن قلب چی مفهوم داره، تزکیه قلب چی است. این که ما شما همیشه فکر میکنیم میگیم دست قلب خود تزکیه کنیم، با چی تزکیه صورت میگیره؟ این کلام گپ است. ما انشاءالله خدا اگر خواست یک برنامه دیگر به نام شناخت خود میخوام شروع کنم از هفته دیگه. و در شناخت خود ما شما این صحبت ها میایه که ما خود بشناسیم،
از دید مختلف، از زوایای مختلف. و از این خاطر وقتی که ما شما سر نفس هماره به سو کنترل پیدا کردیم و نفس لاامام که ما را کمک کرد، ما شما امکان را به طرف نفس مطمئنه بریم و این جای است که لذت عبادت ما درک میکنیم. عبادت خداوند برای ما شما مثل کیفیت پیدا میکنه که نمیتونین یک دقیقه به حساب شما ازش دور باشین. به این معنی که شب و روز ما در عبادت میباشیم، اما در حالت ذکر میباشین، غیر مستقیم یا مستقیم خداوند بالای سر خود، خداوند نزدیکتر از شارک گردن خود ما شما احساس میکنه. و ستاره ها میتره به دور اقمار خود میگردن. زمین خودش ستاره قمر آفتاب است و ماهتاب خودش قمر زمین است. ببینین کلشان به می شکله که مثل که پیشتر نشان داده شد و اینجا منظره پشتر ما شما که نشان میده، در حقیقت اینمی ستاره هاییست، کهکشان های انسانی است که با گرد محور توحید میگردن و این پروانه هاییست که با چی شوق و ذوق گرد از این خانه کعبه میگردن. و این صحبت ما وقت ثابت میشه کسایی که این صحنه رو تجربه کرده باشن. اینو فکر نکنین که کار ساده است که چند نفر میره مثل ماراتون وره گرد یک چیز میگرده. قلب شما جذب میشه به طرف خود همی خانه کعبه، این جذب میشه، دیدار از خودش در ذات خود. این مفهوم عشق است، مفهوم محبت است و این کلگی دیوانوار به حساب میگردن. زن و مرد در اینجا کلش به حق قطار میگرده. فرق بین زن و مرد در اینجا به قسمت طواف نمیشه. خوارا و برادرا شانه به شانه، تا که نشناسین شما شانه به شانه میخورین. اما باور کنین به اندازه کلگی غرق امی گردش و غرق امی فضا است که هیچ اصلا احساس نمی کنند که کی است و یا حکمت پروردگار است. و چیز دیگری که ما گفتم در این قسمت، کائنات خداوند به می چی کرده و ما شما باعث پروانه های توحید به اونجا میریم. ما یک قافله حج داریم به نام قافله توحید یا توحید کاروان که در او ما فعال بودیم که فعلا برادرها و خواهرهای دیگه ما رو پیش میبره. خدا غریق رحمت بسازه عبدالحی علیف، آجی عبدالحی علیف، انجینیر آجی عبدالحی علیف و این قافله رو داشتن. و ما همیشه دیلان از این میگفتیم شما قافله های، شما پروانه های توحید که آرزوی حج دارین، آرزوی طواف دارین و این صحبت میکردیم و خدا ما شما را از امو پروانه های توحید بسازه که در گرد شم توحید بگردیم و این حجاج که به طرف سرزمین روان هستن یا روان میشن بتانن کی مفهوم درک کنن. و در اینجا که ما شما میریم با کلمات تکبیر که الله اکبر است، حمد که هر دقیقه ما شما الحمدلله میگیم و تسبیح میکنیم خداوند و شکر پروردگار، در این قد ما شما حمد و ثنای پروردگار چی از طریق قلبی چی از طریق زبانی در اینجا انجام میتیم و این را به هفت دور تقسیم میکنیم و درک مفهومش پیشتر براتون گفتم. و خودش در سوره یاسین دهه 40 از این صحبت شده. خداوند میگه همه کائنات چی از کوچک است تا بزرگ است ما قسم آفریدیم که با گرد محور خود بگردن، که این محور توحید است که برای شما گفتم. و وقتی میلیون ها انسان است که مثل کهکشان با گرد از این محور میگردن و در اینجا یک سمبول است، یک جهت است، یک مرکز هدایت است که وارد است تواب است، این آدم ها تسکیه میکنه. چیز دیگری که ما برتون از نظر ساینتیفیک کوتاه عرض کنم ایست که بیشترم گفتم، این خطوط مغناطیسی که ما شما میشناسیم که جاذبه زمین که ما میگیم، این خطوط مغناطیسی است به صورت بسیار متواتر و منظم به درجات 30 درجه از هر قسمت زمین تیر شده و همچنان خطوط که زمین تقسیم کرده که ما از روز و ساعت میفهمیم که شروعش از گرینویچ لندن میشه در جغرافی ما خواندیم و از اونجا تیر میشه شهر گرینویچ لندن و این خطوط یک قسمت از این خطوط یک خط از این از بالای مکه معظمه مخصوصا نزدیک کعبه تیر میشه و در این قسمت معمولا خطوط مغناطیسی که است همیشه موازی به این خطوط زمین با قسمت‌های مختلف با درجات مختلف تقسیم کرده گذر میکنه. اما در قسمتی که در کعبه معنی رو علما دیدن احساس کردن تجربه کردن که نزدیکتر است از دیگه جای ها کرده. این به ما چی مفهوم میده؟ مفهومش ایست که در اینجا یک جذبه بیشتر، یک خاصیتی که ما را جذب میکنه و به حساب مثل که خود زمین جاذبه داره. وقتی که ما شما سجده میکنیم، سجده چی مفهوم داره؟
در پلیتیک هم مفاهیم امروز ساینس ثابت کرده که وقتی ما شما پیشانی خود جبین خود بروی خاک یا بروی فرش یا به حالت پایینی میمانیم، همی یک کیفیت داره و خود زمین در ذات خود برق منفی داره. از این خاطر ما شما در بعض جای ضرورت است که موزه بپوشیم، رابری بپوشیم که ما شما مرکز یعنی وسیله انتقال برق منفی نشیم، که با مثبت یک جای ما را برق نگیره. برق گرفتن همین مفهوم داره. این حال شما در این قسمت یک چیز جذابی را میبینید که نیروی منفی که در وجود ما شما پیدا میشه، در مغز ما شما که کل از برق است، این حرکات عصبی که است، این کلش سیاله های عصبی یا کلش نیورون ها که ما شما میگیم. بسیار جالب است. ما چون بکراند ما به حساب طب است و این مسائل فیزیولوژی و مسائل خود فیزیولوژی دماغ خواندیم، اناتومی دماغ، در این قسمت شما میبینید که نیرون های عصبی یا وجرات عصبی که هست سیالهایش به چی رقم سیر میکنن و یا با سرعت برق ما صحبت میکنم و شما میشنوین، گوش شما میشنوه، میره به دماغ شما به حساب میرسونه با چی سرعتی. از آدم گفته میتونه به هزارم ثانیه کوتاه‌تر این میرسه و بازی دوباره تحلیل تجزیه میشه در دماغ شما، دوباره پس برای ما داده میشه که چی مفهوم داشت. شما این تعبیر میکنین، تحلیل میکنین و پس دوباره با زبان تا نمی صحبت میگین، یا عکس العمل نشان میتین صحبت میکنین. سبحان الله. این جالبترین قسمت عمیق عبادت ما شما میست وقتی که ما شما سر خدا به سجده میمونیم. از این خاطر نماز کیفیت داره، از این خاطر همیشه ما شما بر نماز خواسته میشیم، حی علی الصلاه حی علی الفلاح. چرا خواسته میشین؟ فلاحت شما تجربه کنین، شما خوشی و آرامی رو تجربه کنین و لذت رو تجربه کنین. میگن کسی لذت سجده فهمیده باشد که چون تو بت را پرستیده باشد. بت به مفهوم سنگ مانا نمیده، بت به اینجا قسم الهه یا معشوق مانا میده. میگه کسی لذت سجده دانسته باشد که فهمیده باشد که چون تو بت را پرستیده باشد. و از این خاطر عبادت شکل و مفهوم دیگر میگیره. برادر خواهر عزیز، این نمازی که ما شما میخوانیم فکر میکنیم که پنج وقت خود خم و چم کردیم، مثل گودی های ژاپنی وره کوککی میخوانیم، خدا هان قبول کنه. اما کسایی که نماز میخوانن واقعا نماز میخوانن. و مثل که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که داخل شد و از روایت شد که دید کسی را نماز میخوانه و نمازش تمام شد، گفت نماز خواندی؟ گفت بله. گفت دوباره نماز بخوان. باز نماز خواند، سه بار سرش، دفعه سوم سوال بر از این نفر پیدا شد، گفت یا پیغمبر خیلی چی رقم نماز بخوانم؟ گفت نماز بخوان مثل ما وره، نماز نخوان که مثل که ما شما مرغ که دانه میچینه، این رقم نماز نیست. خود رکود ذات خود یک حالت خاص خود داره، خود سجده یک حالت خود داره و خود حرکات که ما شما میکنیم اگر واقعا وقت خود بگیریم، باور کنین شما تنها با انجام دادن همین حرکات و ای که شما در الفاظتان چی میگین، او خلایده گفت است که چی حکمتهای در این نهفته است. در نیمی خودش در ذات خود شما کیفیت نمازتان تغییر میکنه. در جایی که نماز میخوانین جای آرام باشه، جایی باشه که شما باعث مزاحمتتان نشه، در جایی که صدا بلند است، در جایی که تلویزیون بلند است، در جایی که رادیو است. از اینجا آدم کوشش کنه. از اون خاطر وقت نماز یا همیشه در کل جای تلویزیون ها رادیو خاموش می باشه، اگر درست جای نماز باشه، عمد باشه که آدم کلمات آدم مفهوم کلمات درک شود، که اگر ارتباط با خداوند پیدا شود و وقتی که ارتباط با خداوند برقرار شد، مثل که شما به حساب بلا تشبیه وای فای، وقتی که با تلفن های ما شما وای فای بسته می باشه و ارتباط غیر مرئی یا قابل نادیدن، تلفن ما چارج میشه. در اینجاست که ما شما روح ما چارج میشه، ذهن ما چارج میشه، بدن ما شما به حالت بسیار یعنی خود بدن ما از نظر فیزیکی، شما امروز یک اکسرسایز، یک سپورت شما میکنین در نماز و این یک کمترین حکمتش است که دیگه است. خودی شوشتنی که ما شما در وضو میکنیم، خودی هوا که ما شما زندگی باشه. در این قسمت ما گفتنی ها زیاد دارم، خدا هیچ وقت عالم تراش نمیکنم، اما از اندوخته های علمی علما و حساب ما میشه استفاده کردیم و به این قسمت برسیم که پیغمبر مگه شما از نمازتان دزدی نکنین. یعنی دزدی کسی است که شما میرین مثلا
یک کسی یک لباس می دوزه لباسش کوتاست و از این لباس کم میشه میگن به حساب از تکه زده شده، یا مثلا خمیر زواله میکردن از خمیر کم میکردن نانبای میگفت چونگی زده بتانست. اینان ما شما هم نمازه که برتان به زبان ساده بگویم، بعد نماز خود شارکت نزنیم تا جایی که امکان داره. کار مشکل است برزی که نماز خواندن درست کار دوستای خداست، کار اولیاست، کار کسایی هستند که بسیار زیاد رنج کشیدن، جهاد کردن رسیدن. اما ما و شما که بنده های هستیم که فارغ از گناه و خطا نیستیم، اگر بتانیم 10%، 20%، 30% تمرکز فکری بالای نماز عبادت خود داشته باشین، ما مطمئن هستم که تاثیرش رو میبینیم. پس سر کعبه میاییم، وقت پس سر این مسائل مقناطیسی میاییم، وقتی شما دارید یک محیط باشین چی میشه؟ تمام این انرژی منفی که در وجود شما، در افکار شما، در ذهن شما تولید میشه، خود به خود به یک شکل غیر مستقیم جذب میشه و چی میشه؟ حالت خوشی به شما دست میده. از اون خاطر وقتی که شما در صحن حرم شریف و در پیشروی کعبه در مقام ابراهیم شما در اینجا سجده میکنین، این سجده شما یک کیفیت خاص خود داره. از اون خاطر هر کس که نمیتونن تعریف کنن که چی گپ شد، میگه من از خود بی خود شدم. وقتی که طواف کردم اشکای محمد، وقتی طواف کردم ما در فکر هیچ چیز نبودم، وقتی که ما سجده کردم، وقتی که در مکه به حساب نماز خواندم. پس در حقیقت چی است؟ یک عشق نیروی معنوی است که خداوند ارتباط خود با ما برقرار میکنه. و قسمت دیگه شمیست امی نیروی مقناطیسی که تمام انرژی منفی را از دماغ ما شما، از ذهن ما شما جذب میکنه به طرف زمین. ما یک قصه بسیار کوتاه دارم، وقت ما شاید کم مانده باشه. یکی از پروفسورایی که از کانادا آمده بود، دکتر بود، با ما با حج هم سفر بود، وقتی یک صحبت خود بسیار این مسئله را صحبت میکرد، مسئله حکمت سجده و عبادت در خود خانه کعبه شریف، و در اینجا سر از این صحبت میکرد و میگفت که یک دختر خودم عمره آورده بودم. دختر ما بسیار یک نیمسری یا مایگرین که میگن بسیار شدید داشت و بدون دوا هیچ امکان نداشت که شب استراحت کنه، بسیار ناراحت بود. ما این رو که خود آوردم ده حج، وقتی که آوردمش در عمره و این طواف کرد و در اینجا عبادت کرد، آستاس تا روز سوم و چهارم گفت ما متوجه شدم که دخترم به حساب این دوای خود نگرده، چون من همیشه نشانی میکردم. سوال کردم که دخترم تو دوایت میگیری همیشه مثل همیشه؟ یعنی دخترم که 13 ساله 14 ساله زیاد نبود، گفت که پدر جان ما دوای خود ضرورت ندارم، برای اینکه سردردی ما رفع شد. گفت ما هنوزم تاکید کردم که نه، و چیم فکر میکنی تلقین شدی؟ گفت خود دوای خود بگی، اما گفت اصرار کرد که من نمیگیرم. خب ما با حال خودش موندم. وقتی ما پوره شد، وقتی دوباره آمدم به کانادا، در اینجا سر از این سرچ کردم، سر از این تحقیق کردم، این همین موضوعی که ما بر شما یاد میکنم، من از همین پروفیسر شنیدم که گفت با گذاشتم. گفتم چی گپ شده که دخترم سرش خوب شده؟ با دکترام صحبت کردم، گفت اونام گفت ما نمیفهم، اگه دوا را قطع کردم من نمیفهم که چی حالت آمده که به حساب این دوای خود قطع کرده، سردردیش رفع شده و فعلا نیز ضرورت نداره که دوا رو بگیره. پس در حقیقت این همی نیروی منفی یا هر چیزی که بوده، حتی نیمسری از این دختر خانم هم به حساب جور کرده، و این خودش حکمت پروردگار است. شافی اصلی و شفا اصلی خداوند خودش شفا دهنده است، و ما عالم اسباب صحبت میکنیم که اینجا مرکز به اشتباه نگیره، خودش شافی کافی است و خودش شفا دهنده است، و با کسی که بخواه شفا میتیش، با کسی که بخواه با مصیبت و درد چارش میکنه، و قرآن خودش شفا است. از این خاطر دین ما شما بسیار مقبولی ها داره، و از این خاطر مثلا طواف بر شما تنها صحبت کردم و گفتنی های ما زیاد ماند در اینجا کلشن نمیتونم. و چیز دیگه که ما میخواستم برای شما صحبت کنم در اینجا، امی قلب مؤمن است. قلب مؤمن در حقیقت امو چیز رو ضرورت داره که به گرد طواف که میگرده، به یک شکل تمایلش، جذبه و عشقش با سمبولی که سمبول محبت و توحید است برقرار میشه. در حقیقت که خداوند رابطه خود نزدیکتر میکنه، در حقیقت در حالت طواف میگن شما ضرور نیست که دعای بسیار دردراز بکنین. کسایی که دعا یاد دارن میفهمن چی میگن الحمدلله، کسایی که یاد ندارن با ساده ترین الفاظی که شما میتونین کد خداوند شما میتونین مهاره کنین. خداوند از قلب شما آگاه است، و خداوند میگه وقتی که شما با دنیا میین
و هیچ چیز دیگه را با خود نمیرین، هیچ چیز دیگه تان نه تلای تان کار دارم، نه نقلی تان، نه درجه، نه هیچ چیز تان، از نظر اگه چیز کار دارم، قلب سلیم از شما میخوایم. و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امیر میگه که به حساب تمام هدف ما شما ایست که یک مومن قلب خود چطور میتونه سلیم نگاه کنه. و این کار اصلی ما شما می است. و مومنین امروز آینه یکی دیگر هستند. در اینجا یک مفهوم دیگر را بر شما تمثیل میکنم. میگن اگر دو مومن هر دویشان در خانه کعبه مقابل شوند، چون در اینجا یک آنه جایی است که تمام مردم در یک نقطه نماز میخوانند. و سوال بسیار جالب هم است. برزی که یک دفعه ما کدی یکی از همشیرهای ما که سنش زیاد بود به حج مشرف شدیم، با وقتی که در کعبه شریف مقابل شدیم، وقت نماز بود، کل نماز میخواستن بخونن، نمازهای نفلی و غیره. خانم از من پرسان کرد، گفت قبله کدام طرف است؟ سوال از این قابل خنده نبود، اما بسیار جالب افتاد چون زیر تاثیر رفته بود. ما گفتم خواهر گل همشری گرامی، گفتم از هر بغل که مقابل خانه کعبه را به حساب هدف بگیری همون قبله است. خودش هم متوجهش چی سوال، اما در این تجربه هیچ وقت در زندگی بر ما شما پیدا نمیشه که کل گرد یک نقطه و نمازشان قبول شد. اینال در اینجا حرفا یک صحبت دارن، میگم این خانه کعبه خو مرکز التجاع ما شماست، یعنی در اینجا ما شما میخواییم که رو بیاریم و امی یکی از چیزایی است که قبله ما شما ثابته. اگر قبله را به یک اساس در بین نباشه و ما شما در این حالت نماز خود باشیم، قبله شما کجا میباشه؟ در اینجا یک سوال یک عارف میگه، میگه قبله ما شما قبله اما قلب مؤمن میباشه، یعنی مؤمن آینه شما می باشد، چون در قلب مؤمن روح پروردگار است. قلب مؤمن می تانه خانه خدا باشه. هدف ما این بود که ما می تانیم با خالی کردن قلب خود، با توسط عبادات که در اینجا می کنیم، ما شما با این می تانیم قلب خود خالی بسازیم، مثل خانه کعبه. خانه کعبه چیز در داخلش نیست، اما مقام عزتش بسیار بالاست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا بسیار یک چیز عالی در قسمت از این میگن. میگن یکی از حدیثش از وقتی که طواف میکرد به طرف کعبه نگاه میکرد، برش میگفت ای کعبه تو زیبا هستی، ای کعبه تو خوشبو هستی، تو خوشصورت هستی، تو مقبول هستی و تو سمبول افتخار هستی، سمبول عزت و شهرت هستی. اما باز در اینجا یک نقطه جالب دیگر میگه، میگه اما با خداوند قسم که حیات ما در دستش است و ممات ما در دستش است، یعنی زندگی و مرگ ما در دستش است، که همی شهرت و عزت تو بسیار بالا است، اما افتخار و معافیت یک مومن منزل و زندگیش بالاتر از مقام تو است. یعنی در اینجا خدا پیغمبر خدا قسم میخوره که مقام قلب یک مومن، مقام عبادت یک مومن و ای بالاتر از یه واقعی است که هست. یعنی در اینجا نشان میده که خود کعبه جو سنگ دیگه چیز نیست و داخل سنگ هم چیزی نیست، اما بر ما شما سمبول است، یک نشانی است، یک تقدیس است، یک چیز مقدس است که بر ما شما خداوند گفته شما گرد از طواف کنید. پیغمبر عین کار کرده و کسایی که بعد از اومده همگی عین کار کردن و ما شما هم از این سنت ابراهیمی و از این سنت قرآن پیروی میکنیم. از این خاطر کسایی که به این سفر رهسپار هستند، ما برشان انشاءالله تعالی صحت و عافیت از خداوند در بای خداوند آرزو دارم که برسن به این آرزوی خود برسن. و کسایی که به این آرزوی خود اول نرسیدن، از مسائل منفی، از صحبت هایی که درباره حج میشه و یک دل به دست آور که حج یک بر است از هزاران، یک دل از هزاران کعبه یک دل بهتر است، این مفاهیم در جای خود این دیگه معنا داره. این بر ما شما غلط رسیده. کسایی که سر از این تاکید میگه دل این در جای دیگه باید صحبت شد، این چیزی که خداوند گفته خداوند از ما شما کرده بهتر میفهمه، خوب بد ما را میفهمه، سرنوشت ما در دست چیست، اول هم میفهمه، آخر هم میفهمه، کل چیز میفهمه. به این چیزی که خدا گفته فرض خدا را ادا کنیم، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت ابراهیم علیه السلام ادا کنیم. اکبر ما چانس برابر شد در شرایطش بودیم، این سفر هیچ وقت به تاخیر نپردیم، برزی که روز پشیمانی آمده نیست و در وقتی کسایی نیستن که برای شما وعظ کردن، نصیحت کردن که کار نکنید. فرض خداست. سر دومش، سر نمره ها و عمره و حج هم صحبت میکنم، سر بعدیش نظریات موجود است که برین یا نرین، اما ما هم یک فرضش هم میگم،
و در غیر از او کسایی که میرن. دیگه خداوند ما شما را همه قلبای ما شما را پاک کنه، دعا میکنیم در این شب و روز مبارک ماه ذی‌الحجه به حساب داخل میشه و به گفته جندری یا کسی میگن حرفه در روز جمعه میایه و عید به روز شنبه. الله العالم برزی که بعض تغییرات میایه که ما دیدیم که عرفه را گفتن جمعه اما رفته به شنبه یا پنج شنبه. و در قسمت حج اکبر صحبت هایی است که کسی سوال کرد، من از علمام شنیدم و خودم به این نظر استم که حج اکبر کنم سبقه شرعی و دینی نداره که آدم بر مقامش بالاتر از دیگه حجا، اما یگانه چیزی که میگن علما چون در این روز دو خطبه خوانده میشه و در این قسمت یک چیز گفته شده روایت موجود است که ثوابش بالاست بر زی که خطبه جمعه است و خطبه خود عید است که بر روز عرفه و حساب ای خوانده میشه، اون خطبه که ما شما بر روز عرفه خوانده میشه نه خطبه عید، ببخشید این خاطر مقامش است. و میرسیم به آخر صحبت ان شاء الله تعالی، اگر خدا زندگی نصیب کرد و ما میخواهیم که هفته دیگه صحبت خودشناسی را شناخت خود سرش صحبت کنیم، تسکیه قلب میه و چی رقم ما قلب خود تسکیه کنیم، ما چی رقم بفهمیم که زندگی ما چی مفهوم داره. و از شما تمنای دعا دارم است و شما بر ما دعا کنید، ما بر شما، و امیدوار هستم که از برنامه های تلویزیون ایمان لذت ببرین. ما کوشش از الوست خود میکنیم، از کسایی که همیشه ما را پشتیبانی کردن، سپورت کردن، خداوند شما را در حفظ امان خود داشته باشه، خداوند حج دنیا و آخرت نصیبتان کنه که دروازه خیر به همت شما باز است. خداوند غنیست، ضرورت به کار ما تو نداره، کن فیکان اگه بخوای همیشه میشه این کار را شد. اما نیت ما شما، همت ما شما مورد چی است؟ از این خاطر پروگرام ما به میجه با پایان میرسه، با شما خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا برنامه آینده خداحافظ و نگهبان شما. تلویزیون اسلامی ایمان و بنیاد رقم با افتخار تقدیم می کنند. مجموعه گرانبها و پرارزش زندگی نامه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط دانشمند و عالم فرزانه کشور دکتر عبدالستار سیرت. این اثر ارزشمند که شامل 41 پروگرام و در 8 DVD گنجانیده شده، در واقع یک کتابخانه بزرگ سیرت النبی صلی الله علیه و سلم به شمار می آید که شعر و وقایع آن با بیان عظمت و شخصیت بی‌نظیر پیامبر بزرگ اسلام از مصدر اصلی آن یعنی قرآن کریم و احادیث مبارک نبوی گرفته شده. تمام عواید این مجموعه گرانبها به صورت صدقه جاریه از طرف استاد عبدالستار سیرت به تلویزیون ایمان اهدا گردیده است. این بزرگترین هدیه خواهد بود برای شما و خانواده های مؤمن شما. برای دریافت این مجموعه بی‌نظیر به تلفن های 510 894 37 84 و یا 500